درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم از چند روزی که پستر لبیک یا مشتبا در خیابانهای مرکزی تهران نصب شد و چند تیم سه نفره این پسترها را در قطع کوچکترش را به دست رهگذرها دادند شاید ده روز نمیگذرد که حسامالدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییت پرمعنایی عملا نوشت که مشتبه خامنه ای برای تحویل گرفتن پست رهبری از پدرش آماده شده و یه شاید هم این پست را تحویل گرفته و به زودی جنبه های عملی آن علنی خواهد شد وزارت اطلاعات و قوه قضاییه درباره آن پسترها مدعی شد که عدهای که از طریق شبکه تلفنی هدایت میشدند کار پخش و نصب آن پسترها را بر عهده داشتند که دستگیر شدند آن دستگیر شدگان چه کسانی بودند چه کسانی آنها را هدایت تلفنی میکرد انگیزه این اقدامشان چه بود درباره هیچ یک از این سه سوال توضیحی داده نشد و آنها که مدعی دستگیری توضیح کنندگان بودند زیر دهانشان را کشیدند آن شبکه بی ارتباط با جبهه پایداری نبود و این سکوت و زیر دهان کشیدن هم بی ارتباط با اصل ماجرا که رهبری مشتبا باشد نبود و نیست چطور می توانستند کسانی را به عنوان اقدام غیرقانونی و خودسرانه پخش پستر لبیک یا مشتبا بگیرند در حالی که می دانستند پشت صحنه خبرهایی است که این لبیک لب نشانه آن است و دستگیری هدایت کنندگان و تهیه کنندگان آن پستر و رهبران آنها معنای جز مخالفت با مشتبه ندارد و این یک چالش بزرگ در قلب حکومت است آن پخش و نصب لبیک یا مشتبا و آن سکوت قوه غذایه و وزارت اطلاعات در مورد توضیح خیابانی پوسترها را این توییت حسامودین آشنا کامل می کند. تردید نیست که حسامودین آشنا نیز از فعل و انفالات در بیت رهبری با خبر شده و بدون اطلاع روحانی این توییت را منتشر نکرده است حسامودین آشنا گاه از خود میپرسم آیا قدرت گرفتن دو ولیعهد در دو حکومت سلطنتی سعودی و عمان برای ما الگو ساز است آیا آینده منطقه ما را هم ولیعهدها رقم خواهند زد دزدی در باغی از درختی بالا رفته بود و میوه میچید از غذا صاحب باغ رسید و گفت مردک چه میکنی؟ دوست گفت تبل می نوازم. صاحب باغ بیان داشت پس کو صدایش؟ دوست با رندی گفت صدایش فردا شنیده می شود. شب گذشته جمعه ده بهمن ساعت 23.58 دقیقه به وقت محلی صدای آژیر حمله هوایی ساکنان مناطقی در غرب شهر تهران چون بلوار مرزداران و شهرارا را به خیابانها و پای پنجره های خانه ها کشند. ساعتی بعد حمید رزا گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران در نخستین واکنش به شنیده شدن صدای بلند آژیر خطر در غرب تهران به رسانه های حکومتی گفت اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان در شهرک آزمایش باعث به صدا درآمدن آژیر خطر حمله هوایی در مناطقی از شهر تهران شده است مدیر کل بحران استان تهران هم ادعا کرد که نفوذ آب باران به داخل یک مجموعه باعث فعال شدن صدای آژیر آنجا شده است اما همزمانی انتشار خبر مربوط به شنیده شدن صدای آژیر اختار حمله هوایی در شهر تهران با کاهش شدید ارتفاع پرواز شماره 874 شرکت هواپیمایی ترکیش ایلانز بر فراز تهران میتواند نشان دهنده ارتباط احتمالی این هواپیما با این اتفاق باشد پرواز شماره 874 از مبنای استانبول به مقصد فرودگاه امام تهران در ساعت دوازده و دو دقیقه بامداد یازده بهمن زمانی که در ارتفاع بیس هزار پایی در حال نزدیک شدن به فرودگاه بین تهران بود ناگهان با گردش به سمت شمال و کاهش ارتفاع شدید در عرض تنها 8 دقیقه ارتفاع خود را به یازده هزار پا رساند اما نکته بسیار مهم و قابل تعمل این است که این کاهش ارتفاع دقیقا در نزدیکی پایگاه موشکی امیرالمؤمنین نیروی هوافضای سپاه انجام شد که پیشتر سامانه پدافند موشکی کوتاهبرد تور اموان نیروی هوافضای سپاه مستقر در نزدیکی آن پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اوکراینی را در تاریخ 18 دی 98 ساقط کرده و 176 خدمه و مسافر آن را کشته بود البته به طور قد نمیتوان در رابطه با دلیل به صدا درآمدن آمدن آژیر اختار حمله هوایی در مناطقی از شهر تهران اظهار نظر کرد اما کاهش ناگهانی ارتفاع هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانز بر فراز مناطق پرواز ممنوع شهر تهران و همچنین در نزدیکی البرز که میتوانست باعث برخورد هواپیما با این رشته کوه شود میتواند به این مسئله مرتبط باشد از طرفی به نظر نمیرسد که ادعای نفوذ آب باران و نقص فنی هم دلیل واقعی به صدا درآمدن آژیر اختار حمله هوایی در شهر تهران باشد در شرایطی که مقامات مسئول هنوز توضیح قانع کننده ای ندادند برخی احتمالات دیگر مثل حمله سایبری یک نیروی نظامی خارجی مانند ارتش اسرائیل را نیز نمیتوان از نظر دور داشت بر اساس داده های موجود در وبسایت فلایت را 24 این هواپیما ارتفاع خود را در منطقه ممنوعه واقع در شمال غربی فرودگاه بین المللی خمینی تهران به شکل ناگهانی کاهش داده است کاهش ارتفاع و گردش به سمت شمال در این منطقه بیش از 50 سال است که به علت وجود رشته البرز در شمال شهر تهران و امکان برخورد هواپیماها با آن بر اساس دستورالعمل و نقشه های سازمان هواپیمایی کشور ممنوع است اما نکته مهمتر پرواز این هواپیما بر فراز پایگاه موشکی شهید قدیری نیروی هوافضای سپاه در منطقه قلعه حسنخان یا شهر قدس است این پایگاه در حال حاضر محل استقرار یک سامانه پدافند موشکی مسلح به شش موشک زمین به هوای میانبرد است در کنار این سامانه پدافندی یک سامانه پدافند موشکی کوتاه مجهز به موشک های تایر نیز در این پایگاه مستقر است بر اساس داده های وبسایت های رصد زنده پرواز هواپیمای غیر نظامی پرواز شماره 874 ترکیش ایرلانز پس از کاهش ارتفاع و رسیدن به ارتفاع 11000 پایی دقیقا در 12 دقیقه بامداد از بالای ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در شمال غربی شهر تهران عبور می کند و پس از پرواز بر فراز رشته کوه البرز به سمت شرق شهر تهران می‌رود. تنها چند ثانیه پس از عبور از فراز ستاد فرماندهی نیرو هوافضای سپاه این هواپیما شروع به اوجگیری ناگهانی کرده و در ساعت 19 دقیقه به ارتفاع 22 هزار پایی بر فراز منطقه دماوند در شرق تهران می رسد. این هواپیما تا ساعت 32 دقیقه بامداد داد به وقت تهران بر فراز منطقه دماوند به پرواز ادامه می دهد و سپس به سمت شمال غربی و رشته کوه البرز حرکت می کند و بار دیگر بر فراز منطقه چیتکر که مقر ستاد فرماندهی نیرو هوافضای سپاه است ارتفاع خود را کاهش می دهد. هواپیمای ترکیش ایلانس بر فراز منطقه شهریات به ارتفاع 17450 پایی میرسد و سپس به سمت شمال و دریایی خزر حرکت می کند و تا ارتفاع 34000 پایی اوج میگیرد و به سمت جمهوری آذربایجان حرکت می کند. این هواپیما ساعت 1:30 دقیقه بامداد به وقت تهران در فرودگاه باکو به زمین مینشیند اظهارات ضد و نقیز مقام های جمهوری اسلامی درباره پرواز شماره 874 شرکت ترکیش ایرلانز و همچنین دلایل به صدر در آمدن اختار حمله هوایی در مناطقی از شهر تهران ممکن است در راستای تلاش های آنان برای سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهات و ضعف های ارگان های نظامی و امنیتی باشد دقیقا مشخص نیست پرواز شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانز که ادعا می شود به علت دید کم قادر به فرود در فرودگاه بین المللی خمینی در جنوب تهران نبوده چرا و چگونه به سمت مناطقی حساس در شمال غربی شهر تهران هدایت شده است همچنین مشخص نیست که یا حمله سایبری یک نیروی نظامی خارجی مثلا ارتش دفاعی اسرائیل در این واقعه دخیل بوده است یا خیر اما بسیار بعید است که نفوذ آب باران در سیستم های الکترونیکی یک ارگان دولتی باعث بروز این اتفاق ها شده باشد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خود نگهدار